حدیث رو نگاه کنید، حدیث اول. حضرت انس ابن مالک خادم رسول الله میگه من از پیامبر خدا شنیدم که میگفت والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، قسم میخوره. این قسم پیامبر امین بوده، والذی نفسی بیده، لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم تاب الله علیکم. اگر شما برگردید، شما خطا کنید تا اونجا که خطا گناه کنید که گناه شما به آسمان برسه و توبه کنید، خدا توبه شما رو میپذیره. این روزا ما میبینیم یک آقایی هست به نام خرمدین که اسم بابک خرمدین، اسم پسرش، پسر خودش رو قطع قطع کرده. حالا پی معلوم شده که به دختر خودم تجاوز کرده، یعنی تمام جنایت این آدم انجام داده، چون از اول مسلمان نبوده دیگه. اسم بابک خرمدین، بابک خرمدین که مسلمان نبوده، اسم خرمدین سر خانواده خود گذاشته، آبروی بیچاره رو برده، اون حداقل که جنگ کرده برای هدفی، یک دختر خود، یک داماد خود، یک پسر خود کشته، قطع قطع کرده. یعنی گناه از این بزرگتر میشه؟ باز تجاوزم کرده دیگه، گناه این به آسمون رسیده، بازم خدا توبهش قبول میکنه اگه توبه کنه. این باور کردنی نیست، برای همه پیامبر قسم خورده، بلکه از این بیشتر پایین تر قسم خورده. یعنی شما که این گناه ها رو نکردید، میخوام بگم که یعنی ما شما که گناهی نداریم نسبت به گناه این آدم، مثال زدم، چرا ناامید میشید؟ در حال که گناه اون رو هم خدا قبول میکنه، حتی گناه شیطان رو خدا قبول میکنه. در یک حدیث بنی اسرائیلی هست، حالا دیگه بحث ما نیست، ولی اون توبه نمیکنه. خب دنبالش بازم قسم میخوره. این یه قسم دوم عجیبتر از قسم اوله. والذی نفسی بیده، قسم به کسی که جانم در دست اوست، لو لم تخته او، اگر شما خطا نکنید، گناه نکنید، لجاء الله به قوم یخطئون ثم یستغفرون الله عز وجل فیغفر لهم. اگه میگه شما گناه نکنید، خداوند که قوم دیگری رو میاره، یعنی شما رو میبره، قوم میره میاره که گناه کنن و قسم میخوره پیغمبر، باز آمرزش بخوان، خدا اونا رو بیامرزه. میخواد چی بگه پیامبر ما؟ میگه ناممکن است انسان گناه نکنه، انسان معصوم نیست، گناه میکنه. حتی از نظر عقیده اهل سنت پیامبرا هم معصوم نبودن، هرچند که محفوظ بودن چیزی، بلکه در ابلاغ رسالت معصوم بودن فقط، یعنی چیزی که خدا بهشون میگفت مو به مو به مردم میرسوندن. متوجه هستید؟ حالا مسئله این است که شما بگید آقا جان این که بچه خود کشته، آخه این چجوری باید، این اونم اینطور وحشتناک و این کار زشت هم انجام داده. یک چیزی است که خدا به خیلی توفیق توبه هم نمیده، اون که توبه میکنه یک چیزی درونش حرکت میده. داستانی براتون بارها گفتم، داستان جالبی است که بازم بگم، که یک روزی در صحرا قدیم کاروانا بود، دزدا حمله کردند و یک کاروان گرفتند و تاجرا رو بستند و مالشون رو گرفتند، غذاشون هم که بیچارا برای خود آماده کرده بودن آوردن، نشستن خوردن با خنده و با شوخی، و تاجرا نگاه میکنه دست پاشون هم بسته است. یکی از تاجرا دید که یکی از دزدا نمیخوره، از سر بیکاری گفت بخور شما هم دیگه، چرا نمیخوری؟ گفت من روزه دارم. عجب، تو مردم هم میکشی، قتل میکنی، نمیدونم دزدی میکنی، راهزنی میکنی، راهزن دست پاش قطع میشه در اسلام، روزه هم داری؟ گفت بله، من همه پرده ها رو با خدا پاره نمی کنم، یک پرده رو گذاشتم. و باز قدیما تو حج دیگه مردم زیادی نمی رفت، حتما هم دیگه رو می دیدن از هر جا که بودن. یکی به پرده کعبه آویزون بود، دست زده بود دعا می کرد، این تاجر دید، گفت من می شناسی؟ گفت نه، گفت من همون دزدم که پرده ها رو پاره نکردم. حالا آدمی مثل آقای خرمدین همه پرده ها رو پاره کرده، مشکل است که این توبه کنه، منظورم اشکالم برطرف میشه. این حدیث میخواد بگه که امید داشته باشید، امید، اینقدر که شما غرق نشدی در گناه، یه خوبی که داری، همون خوبی به عنوان تناب نجات، پرده نجات، ازش استفاده کن.